فریناز خسروانی 26 ساله لیسانس کامپیوتر و کارمند بخش پذیرش هتل تارا در مهاباد بود. این دختر جوان روز دوشنبه 14 اردیبهشت 94 خود را از طبقه چهارم این هتل به پایین پرتاب کرد و متاسفانه کشته شد. در مورد این حادثه دلخراش اخبار حکایت از این دارد که فریناز در مقابل قصد تجاوز یک کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خودکشی کرد، در حالی که قبل از حادثه به یک دوست خود زنگ زد و تقاضای کمک کرد. به دلیل نرسیدن کمک و بسته بودن در اتاق، فریناز که قصد خروج از این محلک را داشت، قصد داشت به طبقه سوم این ساختمان بره و به پایین پرتاب شد متاسفانه و کشته شد. شایعات در شهر مهاباد حکایت از همدستی صاحبان هتل با کارمند وزارت اطلاعات و به همین دلیل نرسیدن کمک فوری برای نجات این دختر جوان است. روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دیروز و امروز در مهاباد مراسمی در گرامی داشت فریناز برپا شد. امروز چهارشنبه قرار است پیکر فریناز به خاک سپرده شود. پخش خبر کشته شدن یک دختر جوان در مهاباد و مقاومت او در مقابل قصد تجاوز نماینده حکومت تجاوز جنایت اسلامی موجی از اعتراض و خشم را در مهاباد و در همه شهرهای کردستان و در سراسر ایران دامن زده است. یک بار دیگر جامعه در مقابل خود این تصویر زشت را دارد. جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان این حکومت، وزارت اطلاعاتی ها، شکنجگران و قاتلین مردم ایران هر جا بتوانند به تن و بدن زنان تجاوز و تعرض می کنند. و در مقابل مقاومت و اعتراض زنان، اگر کار به جاهای باریک بکشد، همچون ریحانه جباری، حکومت اسلامی دختری را که از خود دفاع کرد به چوبه دار می سپارد. اگر مثل مورد افسانه نوروزی در مقابل قصد تعرض یک مأمور وزارت اطلاعات افسانه از خود دفاع کند و آن فرد کشته شود، حکومت افسانه را به اعدام محکوم می کند. و اگر همچون فریناز در مقابل قصد تعرض خود را بکشد، مأمور رژیم نکبت اسلامی از محلک جان به در می برد. حکومت تجاوز و جنایت و ضد زن اسلامی جا خالی می دهد و خانواده داغدار فریناز را تحت فشار می گذارند که با رسانه های خارجی صحبت نکنید. مردم آزاده مهاباد یک بار دیگر با این واقعه دردناک، ماهیت این حکومت ضد زن، حکومت تجاوز و شکنجه و انسان ستیز اسلامی را بیش از پیش می‌بینند. تجاوز به زنان باید با عکس العمل وسیع جامعه روبرو شود. در مقابل این واقعه دردناک در شهر مهاباد نباید ساکت بنشینیم. به هر طریق ممکن به این جنایت باید اعتراض کرد. تجمع در مقابل مراکز دولتی برای روشن شدن جزئیات این واقعه، محاکمه عاملین این جنایت و جلوگیری از ماستمالی کردن واقعه از طرف جمهوری اسلامی وظیفه همه ماست. برای گرامی داشت فریناز مراسم برگزار کنید. در همه شهرهای کردستان و در ایران، در هر جا که امکانش هست، یاد فریناز را گرامی بداریم. فریناز قربانی یک حکومت متجاوز و زن ستیز اسلامی است. مردم شهر مهاباد باید با تشکیل دادن کمیته های حقیقت‌یاب، کمیته های بررسی این واقعه، خود را سهیم و دخیل بکنند. زنده باد یاد فریناز خسروانی.